جس شاهین، سخنگوی فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه، سال 1394 فاش کرد که جمهوری اسلامی هر سال 6 میلیارد دلار در سوریه هزینه می کند. این رقم به 90 تریلیون تومان بالغ می شود که بیش از حجم کل سکه و اسکناسی است که در ایران وجود دارد. این مبلغ از هزینه هایی که سپاه قدس به حزب الله لبنان و حماس در فلسطین می پردازد مجزاست. رقمی که بنا به ارزیابی ها سالانه به حدود 2 میلیارد دلار می رسد. از یک شنبه 29 مهر 1403 ارتش اسرائیل به بانک اصلی حزب الله حمله کرد و ادامه داد این حمله رو. این بانک که در واقع نقش بانک مرکزی حزب الله لبنان داشته، با چند تا بانک لبنانی و ایرانی و یه تعداد صرافی در لبنان و ایران و کشورهای دیگه مرتبط بوده است، با اسنادی که 3 سال پیش بنیاد دفاع از دموکراسی ها در آمریکا منتشر کرد، جزئیات ذخیره مالی این بانک، ارتباطش با حوثی‌های یمن و با نهادها و افراد مسئول جمهوری اسلامی فاش شد. اسنادی که بنیاد دفاع از دموکراسی ها بررسی کرد، اسنادی بود که یک گروه هکری به اسم سپایدر زد با هک کردن قرض الحسن، همون بانک قرض الحسن، به دست آورده بود. تو بانک حزب الله لبنان، بنیاد شهید و ایثارگران، کمیته امداد امام خمینی، ماهان ایر، ایران ایر، هلال احمر، بانک صادرات، مدیران پرس تیوی و العالم و حساب شخصی به اسم ولی فقیه که میگن حساب شخصی علی خامنه ای است، اینا جزو حساب‌های بانکی است در قرض الحسن که اسناد فاش شده نشون میده. سال 1386 وزارت خزانه داری آمریکا بانک قرض الحسن رو با دارایی حدود 0.5 میلیارد دلار به عنوان یکی از منابع مالی حزب الله تحریم کرد. بانک قرض الحسن بیش از 30 شعبه و حدود 500 تا کارمند در لبنان داره که بیشترشون در جنوب بیروتن. ساختمان اصلی بانک قرض الحسن در بعلبک در شرق و در زاهیه در جنوب بیروت یک شنبه شب 2 هفته پیش ویران شد. 10 روز پیش، 9 روز قبل از این حمله، 21 مهر 1403 صدای آمریکا گزارش داد که منابع مالی حزب الله در حال تمام شدن است. قبل از حمله اسرائیل به بانک قرض الحسن این گزارش منتشر شد. بررسی‌های صدای آمریکا با استناد به گزارش پژوهشگران مستقر در آمریکا و لبنان و گزارش‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا نشان می‌دهد که شبه نظامیان حزب الله لبنان در میانه حملات چند هفته‌ای اسرائیل با مشکل کمبود نقدینگی و بیپولی روبرو شدند. پول‌های مورد نیاز حزب الله عمدتاً از 3 منبع، شامل یک مؤسسه مالی بدون مجوز، همین القرض الحسن، چند بانک ورشکسته اما دارای مجوز لبنانی و ورود چمدانی پول نقد با هواپیما به فرودگاه بیروت تامین شد که همه این منابع بعد از حملات اسرائیل و حذف رهبران ارشد حزب الله در ارسال پول برای این گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی ناکام شدند. یکی از مقامات سابق وزارت خارجه آمریکا به صدای آمریکا گفت گروه حزب الله در مشکلی عمیق فرو رفته و دسترسی به سیستم بانکی لبنان را هم از دست داده است، چرا که بانکداران لبنانی و تأمین کنندگان مالی حزب الله هم از بیم حملات اسرائیل و با آگاهی از احتمال تغییرات عمده برای حزب الله به اروپا و کشورهای خلیج فارس فرار کردند. یه نکته دیگه عرض کنم خدمتتون تا فرصت هست، در مطلبی که تا فرصت نیست، در مطلبی که سال 2020 4 سال پیش EU Observer منتشر کرد، نوشت بنا به گزارش سرویس‌های اطلاعاتی غرب، رژیم ایران سالانه بین 200 تا 300 میلیون دلار حزب الله را تنها به صورت نقد تأمین مالی می‌کند و برای آن سلاح و خدمات لوجستیک به قیمت بیش از 700 میلیون دلار فراهم کرده است. افزون بر اینها گزارش‌های متعددی دست کم از سال 2004 حدود 20 سال پیش منتشر شده که شراکت در سود مواد مخدر با قاچاقچیان بین المللی در کشورهای آمریکای جنوبی از جمله ونزوئلا و کولومبیا از درآمدهای حزب الله، بعضیش کشف شده، باندها متلاشی شدن. دست کم از 20 سال پیش توزیع کلان ماریجوانا در سوریه و عراق و اردن دست حزب الله لبنان بوده. اینا چیزایی نیست که دستگاه اطلاعاتی منطقه و غرب ندونن.
این خبر را از مقامات اطلاعاتی خود این کشورها یا کشورهای غربی که منبع مالی حزب الله را ردیابی می‌کنند به دست آمده.